هر کس که داره صدای منو میشنوه نگاه کنیم به اطراف، میبینیم اگر واقعا یک افغان دیده باشی میبینیم که سخت کوشه. واقعا اینا. سلام به همه همراهان عزیز هر کجای این کره پهناور که بیننده ویدیوهای ما هستین. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که با یه برنامه دیگه اومدیم پیشتون. یک برنامه بسیار ویژه داریم. مرتضی امینی تبار عزیز، این بازیگر اهل کشور افغانستان که البته در ایران به دنیا اومده، در برنامه شب عیدی شبکه 2 صدا سیما ایران رفته و یه سری صحبت خیلی جالب انجام داده. ویدیو داغ داغ، صحبت ها بسیار جالب و تأمل برانگیزه و ایشون رو فکر کنم بیشتر در سریال زخم کاری میشناسینش. حتما ماما همراه باشید، این برنامه رو اصلا از دست ندید. قبلش کامنت شما عزیزان رو میخونم که دوست عزیزی علی احمد برای ما نوشته: برادر عزیز ایرانی و مادر جان شما، سلام عرض میکنم. از ویدیوهای افغانستان که شما نشان میدهین خیلی به شوق تماشا میکنم. از شوق و علاقه شما بسیار تشکر میکنم. سلام میکنم به شما دوست عزیز و مهربون و خیلی خوشحالم که برنامه ما رو تماشا میکنه. دوست دارید ما با عشق براتون برنامه میسازیم، اهل هر کشوری که هستین و ویدیو ما رو دارین تماشا میکنید، واقعا نشون دهنده اینه که ما یه ذره اون رسالتمون رو داریم انجام میدیم. این نزدیک آره، این نزدیکی بین کشور درها، بین مردم ایران، افغانستان، تاجیکستان داریم روز به روز بیشتر میکنیم. امیدوارم این عشق و محبت هی بیشتر و بیشترم بشه. این ویدیو مربوط به ویژه برنامه سال تحویل شبکه 2 به نام شب عیدیه که کاملتر و مفصلترش از لینکی که داخل دیسکریپشن قرار دادم میتونید تماشا کنید. بخشی ازش رو میخوایم ریاکشن بریم، حتما با ما همراه باشید. الان حدود 7 8 سالی که خب تهرانم، به خاطر کارا خیلی کم میرم. باباتون اونجا هستن؟ مامان بابا من بابا اکثرا افغانستانه، اونجا دانشگاه تدریس میکنن معمولا برهه های آها. مثلا یکی از تفاوت ها خیلی جالبه، افغانستان ما دیدی الان 3 ماه تابستون رو مدارسمون تعطیلن یا دانشگاهمون تعطیلن، اونا 3 ماه زمستون رو دارن. آ سرد اونجا خیلی، به خاطر سرما اینجا اصلا باور نکردنی. بدخشان اینجوریه یا نه؟ همه جای افغانستان اینجوری. اصلا این قاعده هست که مدارس زمستون ها تعطیلن به خاطر اینکه فضا، چون از بخوایم چی میشه زمین شناسیشو بخوایم حساب بکنیم و نگاه بکنیم، از کم کم از همون دامنه وسط خاک افغانستان شروع میشه رشته کوهایی که میرسن تاش به نپال. سوقل جیشی نمیدونم اینو. آره همینطور هم هست، یعنی تو ویدیوهای مختلفی هم مخصوص از برف. آره خیلی برف سنگینه تو افغانستان اومد. امیدوارم که حالا مشکل ساز نشده باشه، ولی خب برف های به شدت سنگین تو افغانستان میباره، بارندگی بسیار زیاده و الان حالا مرتضی همین تبار عزیز داره میگه اونم آخه عربیه. آره آره میدونین از همونجا شروع میشه که کم کم رشته کوه ها میرسن به نپال، به هیمالیا و مثلا از رشته کوه پامیر ما شروع میشه، خیلی جای خفنی هم هست. ولی خب آره برفای زیاد، برف سهمگین. شما حافظ قرآنی؟ بودم، الان خیلی شیادم رفته به خاطر اینکه چیز نکردم، خیلی دوره نکردم، ولی خیلی قرآن کار کردم من. خب به هر حال اتمسفر هر فضایی که توش بزرگ میشی روی فعالیت و فرایند بله. مغزی تأثیر داره و من خب ما همجوار حضرت معصومه بودیم. به هر حال همونطور که واقفین هر روز داره جزخوانی بله. قرآن میشه در حرم حضرت معصومه و خب طبیعیه که ما چه حالی داشته باشیم به عنوان همشهری ها توی اون فضا. اما این هم یه نقطه اشتراکه، من میگم فضای فرایند عبد و معبود من نمیدونم که چه شکلی شد توی سالها. این نقطه اشتراک رو خیلی قشنگ گفته. یعنی ما اگر بریم بگردیم حالا بین ایران، افغانستان، تاجیکستان، این نقطه اشتراک رو زیاد پیدا میکنیم تو طول تاریخ، جایی که خیلی به هم وصل میشیم مثل یک زنجیر. آره مثل زنجیر کنار هم قرار میگیریم. خیلی حرف قشنگی زد. فهمیدیم حافظ قرآنی بودم. حالا به هر حال یه چیزایش یادتونه. آقا حافظ قرآن چند تا زبونم الان صحبت کردی. آقا به دیگه به زبان آیات زیبای قرآنم برام یه قرآن بخونم. آیه بخونین. آره چه اشکالی داره؟ تقاضای سختیه. هر چی یادتونه. همه ما چند تا سوره بلدیم. آره. دیگه ولی از زبان یک حافظ قرآن شنیدن حس و حال دیگری داره. خب چشم یه صلوات بفرستیم بر سلامتیشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. او خیلی وقت نخوندم، خیلی وقت خدا قبول کنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. بیشتر از این آماده نیستم در شأن چقدر خوب، چقدر خوب بازیگر جوان زخمکاری به زیبایی و با صدای آرامش بخشش قرآن رو تلاوت که چقدر صدای خوبی داشت. صداش دیباز خوش صحبته و استعداد زیادی داره که هی ما داریم پی میبریم. آره به چند تا زبان مسلطه. آره. قرآن حافظ قرآنه و بازیگریش هم خوبه، تو زخم کاری دیدیم دیگه. آره. به عنوان پسر مالک اونجا میشناختیم شده. ولی خب کم کم اسم و رسم خوبش هم داره پیدا میکنه. سوال اینه که چقدر احساس میکنین که ما از هم دوریم؟ چقدر احساس میکنین که با هم فاصله داریم؟ چقدر احساس میکنین که غریبه ایم؟ چون نیستیم. واقعا هم غریبه نیستیم. مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان همیشه کنار هم. اون نقطه اشتراکی که اول گفت. آره. نقطه اشتراکی رو بگردین زیاد پیدا میکنیم، به شرطی که چشمامون رو نگیریم دیگه. دقیقا. من این رو به نمایندگی از هموطنام میگم و به خاطر هموطنام میگم. نمیدونم که الان در چه برهه‌ای از زمین داریم زندگی میکنیم و از کی بوده مسائل اختلافات مرزی و نمیدونم ملیتی و قومیتی و اینها، ولی داره کم کم تموم میشه، داره کم کم از بین میره. من میشم نماینده ی هر کسی که اسم افغان روشه. یعنی اگر از دست افغانی برادر ایرانی من رنجیده، بیا پوشش رو به من بده. اگر که من اینجام. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه من نه خودم رو فرزند این ور میدونم نه فرزند اون ور. ما فرزند این خاکیم. احبه فرزند این خاکیم. ما هممون داریم زیر یه آسمون زندگی میکنیم. آسمون که مرزبندی نداره، آسمون زمین و ما خودمون مرزبندی کردیم. وگرنه ما هممون متولد این خاکی، متولد این کره زمین هستیم و زیر این آسمون خدا داریم زندگی میکنیم. آدم‌های بد هستن، آدم‌های خوب هستن. ما باید به سمت آدم‌های خوب بریم و از آدم‌های بد دوری کنیم. اینکه همه رو بخوایم با هم قیاس کنیم واقعا کار درستی نیست. الان هم که عیده و حال هوای خوبیه، یکم به نظرم با مهربونی بیشتری با هم باشه. مهربون‌تر میشم معمولا. یعنی این کهکشان تهش میرسه به این قضیه. چرا اینو دارم میگم؟ به خاطر اینکه حتی به هموطنای خودم، فقط بحث یک طرفه نیست. چون من اینا رو دارم حس میکنم، باید به عنوان یک مهمان که یک مسئولیتی رو دوششه حرفی بزنم که دغدغه باشه. یعنی دارم جسارت میکنم جلوی بزرگترام، ولی باید حرفی بزنم که دغدغه باشه و امیدوارم که حالمون با هم دیگه خوب باشه و به اشتراکاتمون برسیم. یعنی این که پس فردا اگر همین الان بهمون بگن 40 دقیقه دیگه ممکنه با هم دیگه گفتیم اینو 40 دقیقه دیگه ممکنه یه شهاب سنگی بخوره به زمین که خیلی ممکنه اثرات مخربی داشته باشه برای خیلی از کشورها، آیا اون لحظه مهمه که من چینیم، شما فرانسوی هستی، اون آقا ژاپنی، اون آقا ایرانی؟ ما خیلی در حوادث مختلف واقعا ثابت کردیم که اینا میره کنارا. مثلا زلزله میاد هرات افغانستان. خانم شما تو حادثه منا، من اون تصویر یکی از به یاد موندنی ترین تصویرهای ذهن منه، به خاطر اینکه هممون با شما اشک ریختیم. ولی واقعا به نظرم یه جوری نباید باشه. دیدی مثلا مادر عزیزم یه مثالی هست، میگن که
طرف وقتی میمیره عزیز میشه. آره. یعنی تا وقتی که هستشیش که قدرشو نمیدونیش که راجب صحبتی نمیکنه، تا از دنیا میره همه میگن آه این چقدر آدم خوبی بودین. اتفاقات بعدی اتفاق میفته. آره به نظرم وقتشه که یکم حالا فارغ از حوادث و ناراحتی ها اینا که آدما بیشتر همدردی انجام میدن، توی موقعی که حالمونم خوبه و کنار هم باشیم، همدیگر رو دعوت کنیم به کار خیر کردن، همدیگر رو دعوت کنیم کنار هم دیگه اوقات خوش بگذاریم، مثلا خیلی زندگی قشنگ در میشه. محبت کنیم به نظر من، حالا به طرف مقابل کار نداریم، آدم غیر ممکنه محبت کنه به یه آدمی اون با محبت پس نده. و اون لحظه دیدیم مسئله اینه که کلی آدم. بله. ما بحثمون کلی آدمه، ما ریشمون کلی انسانه، بحث انسانه. اگر که اتفاقی میفته که یه موقعی هست ما این قضیه که یک چیزی رو تعمیم بدیم به همه، بگیم آی عموم همه به خاطر فلان اشتباه غلطن یا عموم به خاطر فلان حرکت همه خوب و فرهیختن، این نیست، این هیچ وقت نیست. همیشه یه نسبیت خاصی باید این وسط حفظ بشه و وجود داشته باشه. اون نسبیت رو من میگم پیدا کنیم، به خاطر اینکه واقعا همچین غریبه نیستیم، اصلا غریبه نیستیم. من باید به عنوان همون نماینده همون مردم تشکر کنم، به خاطر اینکه این سفره خیلی وقته که باز بوده، کشور من خیلی جنگ زده است، خیلی مظلومه، خیلی مردم بی پناه مظلومی داشته، خیلی مردم. نگاه کنین به اطراف، هر کس که داره صدای منو میشنوه نگاه کنین به اطراف، میبینین اگر واقعا یک افغان دیده باشی میبینین که سخت کوشه. واقعا اینه. یعنی واقعا ما خودمونم خیلی وقتا میبینیم و واقعا اون سخت گوشیشون خیلی به چشم میاد. آره. اینکه دارن تلاش میکنن، حالا زندگی سختی داشتن، حالا کشور افغانستان متحمل اتفاقای مختلفی افتاده براش، ولی همچنان دارن تلاش میکنن که هم خودشون هم خانوادهشون به بهترین شکل ممکن زندگی کنن. این خیلی قشنگه. من سخت گوشه یه حالت خاصی توی این آدم وجود داره، فقط هیچ وقت نرسیده به اون حدی که باید از شادی، به خاطر نمیدونم چی، فقط میدونم این شادی رو ما میتونیم برای هم درست کنیم. بله، من دارم کیف میکنم نگات میکنم با وجود این همه خستگی. درسته آقا، تازه شب اول برنامه است. تازه شب آخر میدونی چه خبره. 12 ساعته. من یه تجربه کوچولوی اجرا اینا قبلا داشتم، شما فکر کن رفتیم بالا 3.5 موجی، الان که دارم حساب میکنم 1.5 ماها حسابیم، دو تا خودت واقعا هم همینطوره. واقعا هم در حد مجری تاپ داره صحبت میکنه. خیلی خوش صحبت، شیرین صحبت میکنه. سلام، دوست دارم و بخوایم بگیم افغانی چجوری بگیم؟ افغانستانی نه چیز دیگه ای نمیگن، یه جمله عاشقانه بخوایم بگیم همینه، همین دوست دارم. من این سوال از آقای یغمایی پرسیدم، به لهجه مشهدی میخواست بگیم تو افغانی کلم افغانستانی که شما یعنی قومیت شما میکنی. صحبت میکنید چون فرق میکنن با هم دیگه. آره بعضی هاشون مثلا ماها متوجه نمیشیم، کلمه دارین که با ما خیلی متفاوته یا تضاد معنی درست. آره اصلا ما نفهمیم چیه، اصلا به یه چیزی یه کلمه میگید. آره. مثل خب چی؟ خب ببینیم مثلا فکر کنیم که مثل یه شاهرک که هی بیره کوچیکتر میشه و مویرگی میشه. وقتی همین رو بخوایم بریم تو دهاتا و تو کوچه پس کوچه ها، بله زبون های یهو پیدا میشن که اصلا با کل زبون فارسی متفاوته. منطقه ایران هم همینطوریه دیگه، مثلا خیلی از شهرها، خیلی از روستاها اگر بریم به زبان فارسی صحبت نمیکنن، حالا یا لهجه های مختلف دارن یا گویش های مختلفی دارن که کسی که فقط فارسی بدونه درست نمیتونه متوجه بشه. مثلا ممکنه یه شهر صحبت مثلا یه شهر دیگه متوجه نشه. منطقه مادر من اینا به آب میگن خس. چی میگن؟ خس. و خیلی سخت. آره خه نیست، منم هی میگفتم خست، مادرم میگفت نه خست نیست، مگه خست و خاشاک آبه؟ خیلی هم ناراحت میشد که چرا درست نمیگی. چیه یعنی چیه؟ یه بار دیگه من بیام از نزدیک خست میبینی چه سخته، یه چیزی به خه و که. آره و به آب میگن خست. آره به طرز عجیب یه منطقه به اسم شغنان لب مرز تاجیکستان و افغانستان میشه، یه رودی اون وسط الان بهش میگن رود آمون. که اون کشورم همین کلمه رو میگن به آب یا اونام همین شکلی هم تا یه خطه دقیقاً زبونشون مشترکن. بعدش یعنی شغنان افغانستان داره، بدخشان افغانستان داره و بدخشان تاجیکستان. دقیقاً همینطوره، قسمتی از بدخشان در افغانستان، قسمتی هم در تاجیکستان. اتفاقا منطقه واقعا خوش آب و هوایی هم هست، سرسبز، خیلی خوش
خوشگله، آب و هوا خوبه. آره ویدیوهای مختلفی ریاکشن رفتیم، هم از قسمت تاجی بدخشان تاجیکستان، آره. هم از بدخشان افغانستان. بسیار منطقه سرسبز جذابیه. مرسی که همراه ما بودید، این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو رو محتواش رو دوست داشتین حتما لایک کنید، کانال رو به دوستانتون معرفی کنید، کانال رو سابسکرایب داشته باشید و تا یه برنامه دیگه پر انرژی باشید. شاد و صحتمند، فعلا خدافظ. در پناه خدا باشید.